بابام الان از راه میرسه و من با جرأت بهش میگم بابا برام دختر خاله رو دوباره خواستگاری کن، با جرأت و بی ترس. مسئله هر روز من ترسه. ببین اما من هر کاری میکنم برای زندگی خودمون میکنم، خودت هم میدونی. ما با پول سهمم از اون خونه کلنگی و یه پولای دیگه که باید جور بشه باید یه خونه حسابی بخریم مناسب برای زندگی مثلا یه خانواده‌ای که دو تا بچه دارن. تو که دیگه میدونی من درآمدم چقدره، کل دارایی‌ام هم دست تو، از این پولام ندارم. جمله ها تو از قبل آماده کرده بودی، این جواب الان من نبود. خداحافظ. یعنی از خودش راضی بود، از برخوردی که کرده بود. یله باید میفهمید که نباید اون دست کم بگیره. یله طاقت اینو نداشت که خانواده یحیی برای سردیای پسرشون به اون دلداری بدن. باز برو پیش خانواده شوهرت، با هم دیگه شریک بشین مادر. یله دلش میخواست وقتی که یحیی از آموزشی برگشت کلید خونه رو نشون بده و بگه بیا بریم برای عقل. نباید به خاطر هیچ و پوچ بذارم یحیی از دست بره. نباید بذارم یحیی ازم دل سرد شه. نه به خاطر ترس از شکست. من یحیی رو دوست دارم. پول کم داره. خواهش میکنم درباره شراکت حرف بزنیم. میدونم که شما هم نگرانی. باش شریک بشی. قراره یه خبر بشنوم که دلشورم رو ببره. آره. چقدر خوبن این خبرها. ما که میخواستیم تو کوبیدن و ساخته شدن خونه بابا شریکیم نشود. حالا به جاش میشیم الان. قابل بدونین بارم شریک کنی. مادر به اندازه یلا نگران بود. مادر میدونست اختلافی در میونه. حالا نمیدونم چی باید بگم. مادران نگرانی ها رو زود میفهمند. ما شریک شیم. مادرم نگران بود مبادا یحیی یلدا رو از دست بده. منم ممنونم. یلدا حالا همه تلاشش نه فقط برای خونه خریدن که برای حفظ یحیی بود. حس میکرد یحیی از اون در حال دور شدنه. اون میخواست با خونه به یحیی نزدیک بشه، انگار میخواست دوباره دل یحیی رو به دست بیاره. این خونه ها چقدر قشنگه. آره خیلی. عمه جون اینجا میخوای خونه بخری؟ اگه پولمون برسه. این خونه ها پارکینگ هم دارن؟
بعضیاشون پارکینگ دارن، بعضیاشون ندارن. حالا ایشالا یه خونه پیدا میکنیم همه چیش خوب باشه، خوب تر باشه، تمیز این بسته گل باشه. آره آقای یحیی، درسته اخیراً با ما مثل سابق خوش اخلاق نیستی، اما من با شما خوش اخلاقم. انقدر دختر خوبی میشم که دوباره عاشقم شی. فکر یلدا فقط این بود که یحیی دوباره با اون یار بشه. برای جبران همه تقصیرها رو گردن گرفت. فکر میکرد شاید در قهر و کم محلی ها زیاده روی کرده. از قهر یحیی ترسیده بود. حس میکرد یحیی با اون غریبه شده. همه میشه دیگه، ولی به پولمون میخوره. امه دون آشپزخونه چه آشپزخونی بزرگ تمیزی. خیلی خوبه دریا، اینجا وقتی که اومدی شام درست میکنیم میخوریم. یخ دارم بریم، یخ جلمون اینجا باشه، پر از خوراکی توش پر کنیم. بله قربونت برم. امه جون اتاق من کدوم باشه؟ اتاق هر کدومو خودت دوست داری، همه رو نگاه کن. چه خوشگله. آره این خوبه دریا، بی بقیه رو ببینی. باید هیچ زحمتی برای یحیی درست نکنم. باید یه خونه خوب پیدا کنم که هم از خونه هم از من راضی باشه. این یکی رو ببینی. امه جون چقدر نورگیر اینجا. دو تا نورگیره. این من نبودم که اول عاشق یحیی شدم، اون بود. من فقط اونو پسندیدم، اما حالا انگار باید کاری کنم که اون منو بپسنده. این حالو دوست ندارم، دارم اذیت میشم. با چه حس بدی دارم میرم دنبال خونه. پرده ها چه خوشگلن، حالتشون چه خوشگلن. خیلی خوبه دریا، خیلی خوبه. چه خونه بلندیه. یلدا این وضع دوست نداشت. اون دوست نداشت از شوهر خودش بترسه. دوست داشت اونو بدون اینکه تحقیر بشه داشته باشه. اما ترس یلدا رو آزار میده. کاش که یحیی دوباره همون یحیی قبل میشه. از خودم دارم خجالت میکشم. برای اینکه یحیی رو نگهش دارم و از دستش ندم، ازش هیچ توقعی ندارم. یحیی همون یحیی قبلی باش، با هم مهربون باش، منو نترسون. یلدا خودت همه کارا رو بکن، از یحیی توقع نداشته باش. فکر کن داره بهت خوش میگذره، فکر کن تنها نیستی، فکر کن همیشه یحیی باهاته. هیچ وقت فکر نکن تنهات میذاره. یحیی جان سلام، رفتم خونه هایی دیدم که از پولی که داریم یه مقدار قیمتش بیشتره. ببین به نظرم بهتره خونه بزرگتر بگیریم که بچه هامون توش راحت باشن. اما یلدا طاقت محبت ساختگی رو نداشت. اون واقعا یحیی رو دوست داشت، اما از اینکه چاپلوسی میکرد میرنجید و از خودش و از کم توجه یحیی واقعا عصبانی میشد. واسه یحیی جون پیام میفرستم. واسه چی؟ میخوام هم حالش رو بپرسم، هم بگم کم کم دیگه باید پول جور کنه. اذیتش نکنی.
اذیت نمیشم. یه واحد 98 متری تو 188 غربیه، همه امکاناتو داره. بفهمید بفهمید، خیلی خوش اومدید. بفهمید بفهم. اما جا مواظب هستی چاله نیفتی ها؟ نه نمیفتم. آفرین گلم، آفرین. خانم آفیمر که خیلی خوبیه، هم برش خوبه، هم محتاجش خوبه، هم اون چیزی که شما میخواستید، دو خواب 120 متر، موقعیتش هم که خیلی عالی، هم میتونید با بغلسی ها تجمیع کنید. آقا یحیی من تنها دارم میرم دنبال خونه، همش از این بونگا به اون بونگا، بعد شما حتی جواب نمیدی. خونه های نامناسب و گرون رو به درد نخور بهم نشون میدن، وقتم رو میگیرن، در حالی که اگه تو همراهم بودی اصلا اینطوری نمیشون. قیمت خیلی خوبم هم بگیرم واسه تو. فکر کنم بچه هم خوشش اومده. حالا بفرمایید تو داخل هم ببینید. خودتو خوشحال نگه دار، اما نباید تحقیر شی یلدا. بهش سخت بگیر، او میخواد از پول جور کردن فرار کنه. مدام بهش پیام بزن. بده ببینم اینا. خوب نیستم بچون، به پول ما نمیخوره. بیا اصلا میرین چیه هم بجون، تو از پول که سرشته ای نداری، نمیدونی پول چیه، فقط بکره هم که خوشت بیاد کافیه. بسته دیگه، این هم ببر بسه سر جاش بره. خب باش. پسندیدی؟ خیلی ممنون آقا، خدا حافظ. نه پسندیدی؟ خدا حافظ. دریا باید یحیی هم پول جور کنه. مادر و داییش پول دادن، دیگه خیالش راحته، اصلا فکر به هیچ چی نمی کنه، حتی جوابم نمی ده. از این به بعد دنبال خونهی میرم که بپسندمش، نه خونهی که به پولم بخوره. بسته دیگه، یحیی باید پول جور کنه. یلدا از وقتی از طریق دایی شاب فهمید که یحیی شماره تماس آسایشگاه سربازی رو به اون نداده بیشتر از عصبانی شد. دیگه نمیخواست بترسه، تماس نگیره. طاقت بی‌اعتنایی در تماس تلفنی رو نداشت، پس همچنان به یحیی پیام میزد و از اون پاسخ میخواست. سلام یلدا، اون هزار تا پیامتو دیدم، هم خوندن هم خود پیام زدن برام سخته. ببین الان یه مرخصی کوچیک گرفتم اومدم بیرون، اینقدر من نگو جواب بده. خب من حرفم رو قبلا در مورد اون خونه زدم، من اینجا بهم خوش نمیگذره. ببین من یه پزشکم، اما منو دارم میپزنن این نگهبانی، در حالی که پزشکای دیگه به جای اینکه نگهبانی بدن میرن کشیک بهداری. نمیدونم چطوریه که تو و بقیه انگار با من راحت بتونین لج کنی. دیگه هم از اون خونه من چیزی نگو. خداحافظ. آره عزیزم، ملاحظه دیگه کافیه. سلام، آسایشگاه 5 بفرمایید. سلام، ببخشید من میخواستم با پزشک وظیفه آقای یحیی ریاحی صحبت کنم. بله، گوشی دستتون باشه. ممنونم.
دیگه الان وقتشه دیگه، آزاده بعد از ظهره و وقت آموزشیه. نه هیچ عمه جون، ازشون میخوای پول بگیریم؟ آره عزیز، میخوام پول بگیرم. یحیی جون که پول نداره به تو بده، بره وام بگیره، قرض بگیره، خود به خوش فشار بیاره. الو سلام. الو سلام، چی داشتی میگفتی قبل از اینکه من سلام کنم؟ شنیدی حرفمو؟ آره شنیدم. داشتی میگفتی خب بره قرض بگیره، وام بگیره، به خودش فشار بیاره. ببینم یه حالی تو فقط حرف میزنی بدون اینکه فکر کنی. همه کارات همینطوریه. نکنه خونه خریدن هم همینطوره که فقط دلت بخواد بخری بدون فکر کردن. به پشت تلفن چی ناره که میگی تو؟ نگفتی شاید یکی دیگه گوشیو برداره بشنوه زن زیاهی داره میگه که یحیی خب قرض بگیره، وام بگیره، به خودش فشار بیاره؟ خب خودت گوشی رو برداشت، خودت شنیدی دیگه. دارم میگم اگه یکی دیگه تو فاصله رسیدن من گوشیو برمی‌داشت، آبروی من میرفت. یعنی که میگم توجه کنه، اینکه بگی حالا که خودت گوشیو برداشتی چی نشده. اوه حالا چرا چسبیدی به حاشیه؟ من داشتم با دریا حرف میزدم، تو اومدی گوشی رو برداشتی، ساکت بدونی که جیکت در بیاد، حرفای ما رو گوش کردی. بعد الان میگه اگه کسی دیگه ای گوشی رو برداشته بود چی میشد؟ که زن ریاهی داشت میگفت باید بره وام بگیره، قرض بگیره. اون که چی؟ اصلا بی خود کسی دیگه گوشی رو برمیداشت. عزیز من، این گوشی روی میز بود، ممکن بود یکی اینو همینطوری برداره. نگو بی خود میکنه کسی که گوشی برداره. شما سعی کن یاد بگیر. عوض حرف پرسی کردنته؟ حرف رو عوض نکن. خیلی خوب، حرف شنیدی دیگه، حرفای منو شنیدی دیگه همه رو. خب دارم دنبال خونه میگردم الان، همین الان برو دم در پادگان گوشی تو تحویل بگیر، یه سری عکس خونه واسط فرستادم، هم عکسا رو ببین هم نظرتو بگو. پولم لازم دارم، من همین الان باید برم نگهبانی. بعد تو متوجهی داری چی از من میخوای؟ پول. من پولم کجا بود واقعا؟ فکر میکنی پول جور کردن کار آسونیه؟ کافیه بگی پول بد جور. خب یه تلاشی بکن عزیز من. من قبلا حرف و نظر خودمو بهت گفتم، بهت گفتم که شما لقمه گنده تر از دهن میخوای پرده. یعنی تو هیچ کاری نکنی کلا؟ همین زندگی رو سر من باشه فقط؟ اگه حرفامو گوش میکردی و میفهمیدی جواب این سوالت هم میگرفت. همین، فقط یا گله میکنی یا توقع داری یا شکایت. یه دقیقه آدم راحت نمیذاری. دنبال بوبون کردم باش. همین بینم. یحیی بی‌حوصله بود، هم یلدا. اما فرقشون این بود که یلدا با همه بی‌حوصلگی حوصله یحیی رو داشت، ولی یحیی حوصله یلدا رو نداشت. تو فکری؟ آره، به نظر تو چه فکریه؟ چه میدونم، فقط معلومه که تو فکری. بیا جانم. پول داری؟ این اخلاقت خیلی بده ها، تو هر کیو میبینی هی میگی پول داری پول داری، همه شکل پول میبینی. خانواده شوهرت پول دادن؟ آره، اونا که مثل ماها نیستن که پول دادن، تو ماها فقط بابا پول داد. خب شوهرت چی؟ اونا میگه مثل ماها. این تلویزیون همش داره نشونش میده، اول تیتر اخبارهایی نشونش میدن، باش مصاحبه میکنن. این درست دیگه مغرور نشه. حرف نزن، تو تلفن تو جواب بده. سلام دایی، حال شما؟ سلام دایی جان، خوبی؟ میخوام بیای شما رو ببینم. ممنون، یه لحظه گوشی. یالا دوباره شریک شده، میخواد نظر بده. ببخشید، بفرمایید. دایی جان که میاش؟ یالا هر روز یحیی رو برای چند ثانیه تو تلویزیون میدید، هر بار با دیدن اون عصبانی تر از قبل میشد. حالا دیگه حتی حوصله دایی یحیی رو هم نداشت، آماده بود که پول اونا رو هم پس بده. دریا، دایی تو کارگاهه، این بری بیا. اومدنمون اینجا حداقل یه فایده واسه تو داره، خوشت میاد.
دایی جان. دایی جان. نزن درگی. سلام، خیلی ممنون که اومدی. خواهش میکنم. سلام علیکم، احوال شما؟ خیلی خوب، شما بریم بالا، من دستامو بشورم بیام. نه نه نه، همینجا خوبه، ما که تعارف نداریم، اتفاقا اینجا خیلی هم باصفاست. هرجور میلتونه. خب پس من برم میوه بیارم دیگه، حالا میخوایم بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. لطف میکنی. اگه خواست بگه خونه فلان بخر خونه بیسار نخر، خیلی مؤدبانه هیچی نمیگی، میذاری چند روز بگذره، بعد چند روز میری و معذرت بخوای پولو پس میدی. آقای یحیی شاید خود تو رو هم پس دادم. زیاد داری بهم توهین میکنی، فکر میکنی کسی شدی. الان برمیاد. راستی اینو بگم، من واسه شهاب رفتم خواستگاری. واقعا مبارکه، کی هست؟ سلامت باشید. شما یه سفر رفتی مشهد، صحبت کردی با یه دختره. آه که من جواب منفی داد. آره به من جواب مثبت داد. خیلی هم دختر خوبی بود، مبارکه. آره آره آره. یعنی در واقع شهاب پا پیش گذاشت، منم گفتم چشم، اقدام کردم. چه عالی. یعنی در واقع شهاب دیگه اون شهاب سابق نیست. از پادگان به من زنگ زده، گفت بیا اینجا برو. رفتم اونجا شیرینی خریده بودم به سفارش یکی شهاب. بعد همینجوری از سرباز از دم به همه تعارف کردیم، به گروبان ها اینا. بعدا فهمیدم که شیرینی داستانش چیه، بهم گفتش. حالا من برمیگردم بقیه شو میدم. میبینی آقا یحیی میخواد صحبت کنه، من نباید تو این وضعیت قرار بگیرم. ما قراره یه خونه بخریم برای زندگی خودمون. چرا دایی تو باید تو این موضوع دخالت کنه که خونه ما چه شکلی باشه؟ دریا خانم، اینجا بوی رنگ میاد، کلی ابزار هست، تو به همه چی باید دست بزنی؟ الکی اومدیم اینجا مریضم بشی؟ اه دستتون درد نکنه، ممنون. سر شما درد نکنه. دایی من هم میتونم یه دونه نیوه برم؟ بله بفرمایید. بیا من خیالم بدهدم. هرچی خودتو پیش همه کوچیک کردی بسته دیگه، طاقت ندارم برای انتخاب خونه شخصیم دیگران بهم نظر بدن، چون شوهرم خودش نمیتونه پول جور کنه. سوال کن برای چی منو صدا کردی بیام اینجا؟ دایی برای چی منو صدا کردیم بیام اینجا؟ راستش من میخواستم یه خواهشی بکنم. از شراکت پشیمون شدین؟ یا شرط و شروط داریم برای شراکت؟ ای بابا نه، من پول به شما میدم، شما هر جایی که دلت میخواست خونه بخرید. من برای این مزاحم شما شدم که بخوام یه چند کلمه راجع به شما و یحیی بگم. چی شده؟ راستش من خودم هم نمیدونم چی شده. در واقع اصلا نمیدونم که شهاب برای چی از یحیی ناراحته. دایی من میدونم که یحیی واقعا به شهاب همیشه کمک کرده، ولی خب همون موقع هم مثل این که شهاب دعوا میکرده. حتی تو پادگانم اینجا که شنیدم خیلی دعوا کرده. برای همین شهاب از من خواست که به یحیی بگم که دیگه با شهاب کاری نداشته باشه. یعنی یحیی با شهاب برخورد تند میکنه؟ البته یحیی همینجوره خوبه. باید آره دیگه همین. من در واقع روم نمیشه که به یحیی خودم بگم، برای همین از شما خواهش میکنم اگه ممکنه که شما بگیم. همین برای همین منو صدا کردیم بیام اینجا؟
بله بله همین میدونی یعلو خانم شهاب الان خیلی نسبت گذشته بهتر شده، حتی تو گروهان ارشد شده، بچه ها دوستش دارن، حتی قراره به خاطر مهارتش مربی حرفه‌اش بشه. من نگرانم که اگر خدایی نخواست آقای یحیی یه تندی چیزی بکنه این بچه دوباره به هم برسه. چشم، من با یحیی صحبت میکنم. خیلی ممنونم، میره بفرمین. ممنون، لطف کرده. سلام یلدا جان. جان چیه؟ ببینم باز میخوای بیای که برای خونه پول جور کنم. یلدا واقعا هر روز میخوای تماس بگیری برای همین؟ من هر روز باید دلشوره داشته باشم که الان زنگ میزنی برای این حرفا؟ گوش کن. خیلی خوب، لطفا زود بگو. در یه قبل همیشه دست نزن، برو اونور. بگو. تو اگه یکم احساس و مسئولیت بیشتری میکردی من قد تنها نمیموندم تو خرید خونه. من الان برای یه چیز دیگه زنگ زدم، درباره شهابه. حالش خوبه؟ خوب، اون که خیلی خوب. من راستش دوست نداشتم تو شماره اینجا رو داشته باشی، اما از وقتی فهمیدم اون شماره اینجا رو بهتون داده یه خورده ادبش کردم. ببین، از مدل حرف زدنت معلوم ازش هرس داری. ازش هرس نداشته باش، کاری به کارش نداشته باش. این میخواد ازدواج کنه، اذیتش نکن. آها، چغلی کرده. خب، چغلی هم علامت خوبیه. معلومه بزرگ شد. دیگه کارش نداره. حالا دیگه واقعا میشه دلش کرد. بله استاد، شما کار خودتو کردی، حالا وقتشه که خود زندگی خودتو درست کنی، زندگیتو درست کنی، خودتو درست کنی. یکم بیشتر نسبت به همسرت مسئولیت داشته باشه. ببین من الان باید برم دیگه. چرا نساکتی؟ حرف میزنم ها یلدا. من نمیتونم دو ساعت پای تلفن وایسم. حرفات معلومه چیه؟ بخوای بگی پول بده یا جواب پیام بده؟ بره اینه. خدا. الو، خداحافظ. الان هیچی نگو. یه سوال. پیادش. حالا برای یلدا واقعا سوال شده بود که چرا یحیی تا این حد عوض شده. حدس یلدا این بود. یحیی اهل پول نیست، اهل قرض نیست، اهل آرزوی بزرگ نیست. حالا یلدا میتونست حدس بزنه بعید نیست که بعد از خرید خونه یحیی دوباره همون یحیی سابق بشه. یلدا یحیی رو دوست داشت و نمیخواست به اون بدبین بشه. جون نکنیم، اینجا دم در خونه آقا بد اخلاقه. اشکال نداره، ماشینمونو میشناسیم، یه زنگ در خونهمونو میزنه، دو تا قور میزنه، تمام میشه. عیبی نداره، واقعا یحیی این کاره نیست. هر کی بالاخره یه عیبی داره، یه نقصی داره. نمیخوام فکر کنم این بد اخلاقی یا دلیل دیگه غیر از بی‌عرضگیش تو جور کردن پول داره. ولش کن بدبختو، اونم اینجوری بار نیومده. خودت همه کارا رو بکن، خونه رو بگیری دوباره درست میشه. خودمون یه خونه میخریم، پارکینگ هم داشته باشه. خب؟ بفرمایید. بله، حالا لافله داریم. بفرم. قهوه
نقدهای آب و برق و تلفن هم که اینجا سنوز. به درد چی میخورم بابا؟ یه سریشون کد رهگیری نوشته شده. خیلی خوب بردار. این پرده هارم گذاشتم همینجا بمونه، میاد به اینجا قشنگ هست. خیلی خونه خوبیه، شخصی سازه، چهار طبقش مال یه خانواده بوده. اینقدر هی فروختم تا بالاخره همه غریبه و مستجر شدم. ما هم اینجا چون آسانسور نبود و ارزون بود خریدیمش. ولی الان دیگه واقعیت نمیتونم بدون آسانسور. بعد یه چیزایی هم هست که دیگه ترجیح میدم برم. درست. شما اینجا رو بخرین، بالاخره برای آسانسور باید باشین. الان نه، الان نه، بزن نفسمو جا بیاد. عزیزم، رفتیم اون خونه، از اینا دیدی خوشت اومد، من رفتم برات خریدم، قرار نشد اذیتمون کنی دیگه، پشیمونم نکن دیگه. خب الان نه. راستش منم چون دنبال خونه ارزون ولی بزرگ بودم، فهمیدم چاره کار بدون آسانسوره. خونه با آسانسور که به پولم نمیخوره دیگه. دست. یه خونه دیگه هم پیدا کردم بدون آسانسور، ولی صاحبخونه یه گفت نمیفروشه، میخواد اجاره بده. آها. آره. چیکار میخوای بکنم؟ نبریمش؟ ویل کنینو، کجا ببریمش؟ همین چجوری ببریمش؟ آقای یحیای بد اخلاق، سلام. میخوام بات را بیام. فهمیدم. تا آدم قرض و وام و پول و بدهکاری و آرزوی بزرگ نیستی. این هم اقبال من بوده که شوهرم اینجوری باشه، ولی تو اقبالت اینه که زنت باعث صابخونه شدنت بشه. البته اینو بدون، همیشه بروت میارم که بد اخلاقی کردی ها. کاش که بد اخلاقی نمی کردی، کاش که با زبون خوش با هم حرف می زدی. من دیگه کوتاه اومدم، خودم یه خونه خوب پیدا کردم، حالا دوباره خوش اخلاق شو. باریکالله آقای یحیی. بازش کردی؟ آره. اشکال نداره. این خونه خونه خوبیه؟ خیلی. همینجا رو بگیریم؟ آره. همینجا رو بگیریم؟ بگیریم. ببین یلدا جون، یه تصمیم بزرگه، البته بزرگ برای امثال ماها. نمیگم داری زیاده روی میکنی، نه، اتفاقا آدم قانعی هستی. بالاخره خونه بزرگ میخواستی، گفتی برم یه خونه بی آسانسور برات پیدا کنم که هم بزرگ باشه هم فاصله قیمتیش با پولم زیاد نباشه. آه. اما خودت که میدونی این خونه به پول تو نمیخوره. تو الان هنوز خیلی پول کم داری. واقعا شجاعت کردی که داری خریدن این خونه رو شروع میکنی. من خودم سر خونه اولمون دلو زدم یهو به دریا. هیچ مشاوری هم نداشتم که ببینم بقیه پولو باید چجوری جور کنم. همین تو کورمال کورمال راه و بلد شدم رفتم جلو، راه وام و قرض و شریک و رهن و همین کارا دیگه. وفا یه دقیقه دیگه با من حرف بزنیم. خدافظ. باش عزیزم. مینا. بله. وفا بود، میخواد تو خرید خونه بهم کمک کنه. اسمش وفاست، وفاش هم از همه شما بیشتره. خاره من، تو چرا اینقدر طلبکاری با این خونه خریدنت؟ آقای یحیی، ما که دیگه هیچ حسابی رو شما نمی کنیم، اما کاش که حداقل میشد ازت به عنوان یه شنونده برای درد دل استفاده کرد. سلام وفا. سلام مجدد. چی شد قطع کردی؟ داشتم حرف میزدم. گفتم تو قراره این همه کمک کنی، حداقل پول تلفن با من باشه. نه قربونت برم، این حرفا چیه؟ من و تو رفیق و هم مدرسه قدیمی هستیم. بعدم من بسته مکالمه رایگان داشتم با همون حرف میزدم باهات. ببین یلدا، تو چند تا کار میتونی بکنی؟
اول از همه میتونی پشیمون بشی و خونه کوچیکتر بخری که من اصلا اینو به توصیه نمی کنم. پس تو باید پول جور کنی. تو برای قسط اول قولنامه پول داری، بعدش یه قسط دیگه بدی و بعدش هم قسط محضر. تو برای قسط دوم پول خودت کافی نیست، پس باید وام بگیری. یعنی تو اگر یه سپرده بذاری میتونی تقریبا اندازه وام، یعنی که یه پولی به ما میدن ما میریم خونه میخریم. میدن، نگران نباش. دل من آشوب نکن دریا، خوب؟ من الان باید برم. فعلا خدافظ. بفرمی. ممنونم. برادرزادم بود، میخواست بدونه این قضیه وام چی شد. واقعیتش اینه که من یه پولی از پدرم گرفتم، میخوام بخوابونمش به حساب که باهاش وام بگیرم. میتونم وام بگیرم؟ بله حتما. ولی کی؟ یعنی کی وام میدیم؟ یا منظورتون اینه که کی خبر میدیم زمان دریافت وامتون کیه؟ او یعنی الان من بعد یه مدتی هم صبر بکنم شما بهم زنگ بزنیم بگین زمان دریافت وام کیه؟ خب باید بررسی بشه بره تو نوبت. ببینین من دارم سعی میکنم خونه بخرم، دارم میرم خونه میبینم این ورم. یه چیزی که هست اینه که یه پولی دارم که روز قولنامه باید بدم، یه پولی هم پول محضره که اونو رو پول دوستم حساب کردم، یه پول دیگه باید داشته باشم که وقتی قولنامه کردم برای قسط بعدی به اون آقا یا خانم صاحبخونه بگم مثلا فلان تاریخ من قسط بعدی رو میدم. میخوام بدونم اون فلان تاریخ میشه کی وامو میتونم بگیرم. من الان نمیتونم بهت زمان بدم. یه تاریخ حدودی بهم بدی. خب باید بررسی کنم. منو وفا فرستاده پیشتون، دوست خواهرتون هدا جون. وفا خیلی لطف داره، منم خیلی دوستش دارم، نگرانی شما رو درک میکنم، ولی واقعا الان نمیتونم بهت زمان بدم. خب یه حدود حداقل بهم بگی. بعد از دادم جانم همه جان. همه جون سلام، چی شد؟ وام دادم؟ میخواد بدونه که کی میتونم وام بگیرم. اصلا میتونم وام بگیرم؟ یعنی پولو بخوابونم به حساب؟ آره وام میدیم، ولی زمانشو الان نمیتونم بهت بگم. یهو یه روز خودم بهت زنگ میزنم، یه خبر خوب بهت میدم. یعنی من اقدام بکنم، حساب باز بکنم، پول بخوابونم به حساب، دنبال خونه باشم؟ آره برو، حالا فعلا که داری دنبال خونه میگردی، برو جارو ببین بپسند، با اون پول اولی که داری قولنامه بکن، منتظر اون زنگ منم باش. نگران نباش، ما وام میدیم، نترس. الانم برو یه حساب باز کن، پولتو بخوابون به حساب. شنیدی عمه جون، خانوم میگن که به هم وام میدن. خیالت راحت شد؟ خدا یادا. با اینکه کمکی از یحیی نمیخواست، اما هر بار که گرفتاری پیش میومد به یاد اون میفتاد و میگفت کاش یحیی دست کم به اندازه دریا فقط ابراز نگرانی میکرد و یا دلداری میداد. زنگ بزنم یا زنگ نزنم، بد اخلاقی میکنه یا بد اخلاقی نمیکنه. یلدا جرأت تماس با یحیی رو نداشت، احساسات متناقضی داشت، هم مشتاق بود هم گریزان. مثل سابق برای تماس گرفتن با یحیی احساس راحتی و آزادی نمی کرد. هیچ. آقا یحیی لازم ندارمت که الان اینجا دنبالم باشی، فقط لازم دارمت که با هم حرف بزنی، لازم دارم که باشی و فقط به هم بگی نترس جور میشه. یلدا تو برای ارسال پیامم دیگه مطمئن نبود، از یحیی ترسیده بود، انگار دیگه اونو نمیشناخت. دریا، عکس العمل یحیی براش قابل حدس نبود. آره یا نه؟ چه آره یا نه؟
همینجوری، آره یا نه؟ چی آره یا نه؟ یه انتخاب دیگه، بگو آره یا نه. نه. چرا نه؟ خب چیزی که نمیدونم نه. خب برو. این یکی شکلاتی، اینم آب نبات. آفرین، نه یه دونه، یه دونه بریا. برو من خیلی ازتون ممنونم که اینقدر به من تخفیف دادین. واقعا ممنونم از همکارتون. فقط امیدوارم که این پول تو زندگیتون برکت بیاره. خیلی ممنون، مبارکتون باشه. ممنونم. تنها خواهشی که از شما دارم اینه که به مواردی که داخل قرارنامه ذکر شده حتما پایبند باشید و سر موعدش پرداختا رو انجام بدید. من برم ببینم مشاور قرارنامه رو آماده کرده، بیارم امضا کنید. شما نگران نشین. ماجرا از این قرار بود. یلدا تا ساعت دیگه باید قرارداد خونه رو میبست و هیچ کس هم نبود که حتی به اون امیدواری بده. حتی یحیام نبود، تنهای تنها بود. هم میترسید هم خیلی رنجیده بود. ما از شما معلومیم که این خونه رو گرفتیم. راستش من خودم به خاطر اینکه آسانسور نداره دیگه اصلا ناامید شده بودم که بتونیم بفروشیمش. یحیا تو حتی نیستی که توی ترس من شریک باشی. تو حتی نیستی که بهم امیدواری بدی اون وامو بهم میدن. تو حتی امیدواری نمیدی که قسطای وامو میدی. چرا بهم پیام نمیدی که حتی بگی نترس، نگران نباش؟ یلدا پیامتو دیدم، حساب همه چیو کردی؟ اگه بیگودار و آب زده باشی دردسرای مالمو میشه که مسئولش من نیستم و بارها خواستم جلو تو بگیرم. مثلا دردسر با فروشنده که میگه خیلی هم سخت گیره. دست نزن، دستت کثیف میشه. برو کنار، دست نزن. میگم دست نزن. حقوق هم درست نکن، دیوارا لک میفته. دیوارای خودمونه. باشه، مال خودتون باشه. اینجا 6 تا لامپه، 2 تا سوخته. من دیگه دل دماغ نداشتم عوضش کنم. تو خودت عوضشون کن. اصلا این خونه رو دوست ندارم. ایشالله که تو دوستش داشته باشی. ما اینجا همش دعوا میکردیم. دیگه همه همسایه‌ها صدامون رو شنیده بودن. بعد میرفتیم دیگه. میشه یه لحظه بیا؟ آره. ببخشید، میشه که از بیشتر به من تخفیف بده؟ آره، نگران نباش. ببین، این خونه طبقه چهارمه، آسانسورم نداره، اصلا هیچکی نمیخریدش. اصلا من در قولانه فکر نکنم، من خودم به تخفیف میدم. خوبه؟ خوبه. خانم، اگر خانم من به شما قول تخفیف داده، من این کار رو نمی کنم. لطف کنید مبلغ رو کلش رو آماده کنید، بقیه مبلغ هم سر موعد پرداخت کنید. خانم هم هر حرفی زده برای خودش زده. چی داری میگی تو؟ داری میگی تخفیف نمیدی؟ اینجا ببینم، اینجا مگه ما این خونه رو چند خریدیم که حالا بدون آسانسور طبقه چهارم تخفیف ندیم؟ ها، من به این خانم قول دادم تخفیف بدم، بعد تو رو حرف من حرف میزنی؟ ما قرنامه کردیم، طبق قرنامه بعد عمل کنیم. ببین، دوباره صدای من جلو در همسایه در نیارا. یادت رفته هیچکی اینجا رو نمیخرید؟ بیبریم.
یلدا جون نگران نباش. خوشه؟ خیالت رو. خدافظ. خدافظ. امیدوارم اون وامو بگیری. لطفاً این موضوع حلش کن. باشه. پس منتظر میشم که بهم پیامک بزنی که موضوع حل کردی. فعلا خدافظ. من باید برم. خدافظ. عمه جون اینو با هم دیگه دعوا کردن، مثلا تو و یحیی جون طلاق میگیرن این مامان و بابای من؟ نه انشالله نمیگیرن. خانم ببخشید من این نوردیمونو ببرم. بله باش. تو دیگه خیلی بیخیالی یحیی، همین که به هم تذکر دادی نباید وارد خرید این خونه میشدم برات کافیه که از همه چی شونه خالی کنی. من همیشه ممکنه تو رو اذیت کرده باشم، اما نه اونقدر که بخوام دیگران بفهمن. اما اگه لازم باشه این کارو میکنم. من به مادرت میگم یحیی. چی بگم؟ از کجا شروع کنم؟ از یحیی شکایت کنم یا از خود مادر شروع کنم؟ یلدا در آستانه اجرای تصمیمی بود که همیشه مخالف اون بود. نمیدونست توان شکایت از یحیی پیش مادرشو داره یا نه. میدونست با این کار اختلاف عمیق‌تر میشه. فعلا فقط زنگ میزنم میگم میخوام ببینمتون. شاید تا وقتی که رسیدم به خونشون یحیی شد همون یحیی قدیم.